الله الرحمن الرحیم و به نستعین از سلام و ادب خدمت فرزندان خوبمون و با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و صلوات بر محمد و آل محمد شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما عرض کنم خدمتتون که اینجا امروز بخوام یه مقدار در مورد چهار کلیپ صحبت کنیم و بعد ادامه مباحثم در خصوصی رسم این جواب با صلوات شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها را هم خدمت فرزندان خوبم تبریک عرض میکنم. انشاءالله هر روزتون عید باشه. انشاءالله خدا من توفیق بده ما شناخت کافی نسبت به وجود مقدسی شد پیدا کنیم و پیروی ایشون باشیم. انشاءالله که ایشون عنایت کنن به همه ما و عرض کنم خدمتتون روی عنایتی که از سمت ایشون باشه همه غمها رو دنیوی مادی و معنویش برطرف میشه و انشاءالله اون طرف هم جایگاه مناسبی خواهیم باشه انشاءالله. خب اگر جلسات گذشته سوالی دارید من در خدمت هم من اینجا چند تا فایل میخوام آپلود کنم خدمت شما که با همدیگه ادامه مباحثمون رو در مورد فرمت مارک داشته باشیم یه شناخت خوبی در مورد مارک پیدا کنیم و بعد بریم سراغ مباحث بعد از مارک که کن الان اسکی میشم کن کتاب شناختی. خب چه فایل هایی رو بیاریم؟ یه دونه کاربرگی اینجا بیارم کاربرگی کتاب بیارم. شما یه سوالی دارید بپرسید جلسات گذشته. اینجا کاربرگی بیاریم که من کتاب کنم ایدی خوب اینجوری بکنم اونجا بوده که چهار رو نشون بده. آره اینجا می چکر کنیم ببینیم که اینی که بخواهیم رو داریم به خودش هم میخواهیم ببینیم اون یکی شما درسته اینا حجمش کم میاد راحت داریم چون ببینیم. من داشتم دیروز این که الان بردم چی بود؟ کتاب فارسی بود؟ داشتم این گروهتون رو نگاه میکردم پیامی دادم تو گروه که یادم نیست بعد دیدم که غیر فعالترین گروه ممکن نه غیر فعالترین گروهی که در اینجا داره گروه شماست ماشاءالله هیچ خبری هفته پیش که من لینک فرستادم یا دو سه روز پیش که لینک فرستادم یا هفته پیش که من لینک فرستادم یه اول دو یه رو به سه رو دو چهل پنج یه شب بود یه بچه باشم بیدار رو اومده که بهش گفتم میدید تو خواب نداریم دیگه هیچ خبری نیست که اصلا نه سوالی نه بحثی فلان دیدم نه اسمی که من باید یه خورده شروع کنم یک کار خلاصه انجام دادن این گروه ما چیزی نگیم اونا چیزی نمیگه نه خدا خواسته از سوالی و نه بحثی و نه پیگیری مطالبی و همه چی خوبه من چقدر خوشحالم و انگه هست این رو میکنم حالا گفتیم یه همه خود رو پیش از سرشون بکنیم این جلسه از این گروه برنامه خوبی براتون دارم که بگید بشین درس بخونم اینجوری فایده نداره شما خودتون اگه بگیدیم درس بخونید نه نمی کنید آده خود مجبور بشید که برید تصمیم بشید درس بخونید. خب این
عرض کنم خدمت سوالم که نداره، چون اصلا نخونید اون هفته تا حالا، اصلا یادتون نیست اون هفته چی گفتیم، الان چی گفتیم، چیکار باید بکنیم، یادتون نیست. خب اینجا ما یادونم سوزوری هم حتما هجل سوزوری ها کردیم، بعضی هم که نیستن میگیرنی، بعضی ها اصلا یه هفتش ده جلسه بیزت خورده اینجا، حالا اینا تصمیم میگیره در مورد سیفی اصلا این تام بدن یا ندن، اصلا نبینم خیلی سری به سری چرا غیبت دارم. خب عرض کنم خدمتتون که اینجا ما میخوام یه کاربردی کتاب های فارسی در پایگاه کتاب شناختی کتابخانه ملی ایران، این چیزی که الان بچه های کتاب ملی دارن و اساس یونی مارکه و اساس یونی مارکه هست، این شما میدونید مانی کتاب هم هست. توی همونه که اشاره کردیم، خب مارک ساختار اساس استاندارد ایزو 27709 هست که ایزو 27709 یه ساختار خاصی رو برای رپورت های کتاب شناختی و کلن رپورت هایی که توی سیستم های کتاب خانه استفاده میشن تعریف کرده، که اون عبارت از این که بلوک بندی کرده و این بلوک ها رو هر بلوکی به چند فیلد و هر فیلد به چند سابفیلد تقسیم میشه و عرض کنم خدمتتون اینا با یه سری علائم چه فیلد های فرعی از هم دیگه، چه فیلد های اصلی از هم دیگه و چه بلوک هم جدا میشن و یه رکورد مارک رو به وجود میاره. بعد همین میره تحلیل میشه تو ماشین دیگه، همین میره توی ماشین تحلیل میشه و عرض کنم خدمت وانش استفاده میشه. خب یکی از بلوک هایی که حالا ساختار مارک هم متفاوته، ما یه ساختار مارک امریکا داشتیم که دیدید مثالا شد کتاب اومده بود منم نشون دادم و خوشبختانه هر مطلبی که عرض کردم توی کلاس نمونه واقعیش هم نشون دادم که کاملا برای تو معلومش باشه. یکی اون ساختار مارک رو داشتیم به مارک 21 که دقیقا بر اساس قواعد فرسنسیان گلن کم بود و ساختار ISPD رو تبعیت میکرد، یعنی بر اساس ببینید یه ساختار کلی داریم بچه ها، همه دقت کنن، همه دقت کنن کامل بچه، این رو برای همشهر بگیر، یه ساختار کلی داریم که یه رکورد کتاب شناختی، یه رکوردی که تو نرمزار کتاب کنید داخل میشه چه ساختاری داشته باشه. خب چرا میگم رکوردی که داخل میشه؟ چون ممکنه دادهای مستند هم باشن. خب شاید توی داده های مستند هم باشه، یعنی داده های مستند هم همیشه هر رکوردی که توی نرمزار کتاب کنید بر اساس استاندارد مارک ذخیره میشه به این شکلی. پس ما میگم آها ما یه استاندارد داریم به نام یه استاندارد داریم به نام ایزو 27709. ایزو 27709 چکار میکنه؟ ساختار یک رکورد کتاب شناختی رو نشون میده، ساختار یک رکورد کتاب شناختی، یک رکورد کتاب خانه ای بگیم باز بهتر. اینه چرا میگم؟ به خاطر اینکه وقتی میگم رکورد کتاب خانه فیل نکنه فقط منظورم بیبیوگرافیک دیتا، اتوریتی دیتا هم هست، کلاسیفیکیشن دیتا هم هست، یعنی اون توی مارک 6 تا فرمت داشتیم توی یعنی مارک 4 تا اونا هم هست، یعنی خب این اشتباه نگیده با هم منظور رکورد کتاب خانه، حالا از هر نوع دیتا میخواد مستند باشه، میخواد کتاب شناختی باشه، میخواد دادای رده بندی باشه، میخواد اطلاعات فرمت اطلاعات جامعه باشه، هر چی که از بینش. بعد چی داریم عزیزان؟ این هست که عرض کنم خدمتتون، بله عرض کردم که حالا ایزو 27709 استاندارد برای می نویسن تبادل داده است. هچه اینو برای همیشه یاد بگیرید، برای همیشه گفته برای اینکه پیام خود اطلاعات داده هایی که تو کتاب کنید تو نمازار کتاب کنید زفره میشن،
اگه میخواد از یک کتاب خونه به یک کتاب خونه دیگه، از یک سیستمی از یک سیستم کتاب خونه به یک سیستم کتاب خونه دیگه منتقل کنیم، برای اینکه اون سیستم ساختار رو بفهمه. قربان شما خدا. بعد عرض کنم خدمتتون، پس این ساختار یه رکورد کتاب شناختی رو شکل میده. حالا میگه اگه شما از این سیستم یه سیستم دیگه این دادت رو منتقل کنی، باید این ساختار رو داشته باشه. این ساختار چیه؟ یکیش رکورده، بر اساس ساختاره داده رابطه ایه که اینا رو تو درس چیز براتون توضیح دادم، بعد بلد باشید. ساختار داده رابطه ایه که میگه این رکورد ها عرض کنم خدمت که گفتیم توی پایگاه رابطه ای چی گفتیم؟ فیلد داریم، فیلد ها متناظر هستن بر پراپرتی ها یا صفات یا ویژگی ها عناصر یک موجودیت، یا تو نگاه بعد گفتیم توی پایگاه رابطه میگیم برای هر کنی فیلد دارش میکنیم، بعد این فیلد مجموعی از فیلد های هم مرتبط میشد رکورد، رکورد هم هم که تشکیل پایگاه هم دادن. ایزا بی سرسه ادنام میگه آقا این رکوردی که شما میگید و این فیلد هایی که میگید این ساختار داشته باشن، مثلا چی باشه؟ مثلا 10 تا بلوک باشن و هر بلوکی یه سری فیلد داشته باشه، این فیلد ها یه سری ساب فیلد داشته باشن، مثلا تعداد کاراکترها تو هر رکورد حد اکثر اینقدر باشه، تو هر فیلد اینقدر باشه، به این صورت باشه. یاد اینا رو تعیین. و حالا هر مارکی، هر رکورد کتاب شناختی که قبلا دقت کنید، هر اصلا قبلا هم نمیگم بگیر نخواه، هر رکورد که هر رکورد کتابخانه، یعنی رکوردی که در نرم افزار کتابخونه وجود داره، هر رکورد کتابخونه ای یک ساختاری باید داشته باشه. درسته؟ این ساختار کدومه؟ چه ساختاریه؟ خب اونایی که در دیتابیس ذخیره میشن و در دیتابیس های از نوع رابطه ای رکورد های کتاب خانه ای که در حتی اصلش کتاب شناختی ها و کتاب شناختی یه معنی عام داره، یعنی همه اونا که توی نظر کتاب خانه هست، یکی یه معنی خاص داره به معنی یه نوع خاصی از فرمت داده ای در کنار داده های مستند و داده های ردبندی و اینا. من اینجوری نیستم که گیج نشید، منظورم اینه رکورد های کتاب خانه ای که در پایگاه های رابطه‌ای ذخیره می‌شوند. این ایزوی صفر نو بر اساس ساختار رابطه‌ای، یعنی بر اساس مدل داده‌ای رابطه‌ایه.